با تقدیم سلام دوباره بینده گرامی، خوشحال هستیم که میرسیم به بخش دوم برنامه که سفر دو میکنیم به جرمنی و سلام میگیم به تحلیلگر خوب وطن ما آقای ویس ناصری و اولول سال نو و هم برشان تبریک میگیم. یادتان باشه بینده گرامی که آقای ناصری یک سال پیش با ما در تلویزیون بودن، یعنی یک سال بعد باز امروز میبینیم. سلام تقدیم بس بر شما ناصری عزیز. جناب خالص گرامی، خدمت حضور شما و همه بیننده های خوب ما، شما در سر جهان عرض احترام، سلام، محبت دارم. سال نو میلادی را باز هم خدمت حضور همه تبریک تقدیم میکنم و سال پرمیمنت، خوشی، سعادت و آرامی برای همه مردم افغانستان میخواهیم. سلامت باشیم برای شما همچنان و امیدوارستیم که سال سالی باشد که حداقل کشور ما ذره آرام شود، جهان که رو به خرابی هست. خب مانند همیشه ناصری صاحب چند دقیقه از شما میشتیم، مطالب بیرم سه چهار سوالی را هم ما یادداشت گرفتیم با دهی رابطه با شما ایره در میارم میزنم. بفرمایید. قسم که شما خالی صاحب در گزارش خود همیش گفتیم و دمی گزارش امشبتان هم بود، مسئله عکس عمل در ارتباط به قطعنامه شورای امنیت است که از طرف طالبان و جهان صورت گرفته و همچنان عملیات و حملات تروریستی است که در سطح منطقه تشدید شده در ایران و دیگر کشورها و رفت آمد رهبران طالبها و همچنان ملافظ رحمان رهبر جماعت اسلامی جمعیت العلماء اسلام پاکستان و افغانستان است که این ارتباطات به حساب سرش میتونیم بحث کنیم و از همه مهمتر تقاضای جناب آقای انجینیر صاحب گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هست که از طالبان خواستند در یک حکومت ائتلافی دو پست بسیار مهم را که در ارتباط به مسائل تعلیم و تحصیل است و این دو پست برای حزب اسلامی بده و حزب اسلامی را اجازه بده که در ساختار سیاسی افغانستان شامل شود و مؤثریت خود هم در قسمت مسئله تامین امنیت و هم بهبود اوضاع تعلیمی تحصیلی و اینا اظهار کنم. ما سربی تقاضای آقای حکمتیار زیادتر مکس خواهیم کرد و ای که آیا طالب ها پلورالیسم سیاسی را میپذیرن، آیا طالب ها تقاضای آقای حکمتیار را میپذیرن و هی تقاضای آقای حکمتیار نتیجهش چی خواهد بود و دلایل و عواملش چی است و از همه مهمتر که امی فکر طالب، ساختار فکری طالب، قرائت طالب چی هست که آقای حکمتیار با او دل بسته و تقاضا داره و از اونا به حساب یک پیشنهاد سیاسی کرده. به هر صورت در ارتباط بیشتر در محور بحث ما هم شد، اگر وقت کم است و پیش از اینکه من بحث شروع کنم اول هم سوال های تان را کنین که هر دفعه من از سوال های تان میترسانیم. بحث این شد سر محور منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جاری خود کنفر و تقابلش با ساختار فکری طالب ها که شورای امنیت ازشان یک تقاضا داشت که هرگز عملی نخواهد کرد و همچنان امیدواری از این که طالب کسی را در قدرت بپذیره و تقسیم قدرت کنه و به حساب یک حکومت ملی را ایجاد کنه. امیر ما میخواهیم در این تقاضای آقای حکمتیار به بحث بگیریم. از اینجا شروع میکنیم، ادامه بدین. سوالای شما بسیار مهم است. برای من سوالای طالب. چی بود؟ سوالای ما برتون امیر بر چهار سوال شب شما میگم و شما در لابرات چون ربط میگیره با مطالب را گفتین. بله. اول مسئله سفر ملا شیرین آخوند به تهران است که دیرو صورت گرفت برای اهل منازات که در اینجا متکفایی که شما میش گفتین که انتقال قدرت به قندهار که وزیر خارجه نادیده گرفته شد و در حین زمان امروز زویلای مجاهد در رابطه به خط دیورن یاد کرد بدون از این که یعنی قبلا گفته شده باشه، ولی زویلای مجاهد میگه که در اینجا در رابطه به منازات خط دیورن هم صحبت شد در حالی که قبلا نمیپذیرفتن. و خب از اینجا دو سوال دیگه هم که داریم در رابطه با مسئله انفجارات دیروز ایران بود در شهر کرمان، ولی از این قطعنامه سازمان شروع میکنه که این مطالب هم پس دنبال بندوایش ربط میگیرن به یک دیگر. بله بله، با هم ارتباط دارن همگی. شورای امنیت سازمان ملل متحد قسمی که شما میدانین و همه بیننده ها در می هفته گذشته که بعد از بحث ها و صحبت های طویل مدت در مدت دو نیم سال و یک گزارش بسیار مضبوطه که
آقای فریدون سنیرلی اوغلو نماینده ویژه منجی سازمان ملل متحد که یکی از اتباع ترکیه هست، خودش یک دیپلمات ورزیده هست، به افغانستان سفر کرد بعد از مو تقاضای شورای امنیت که در ماه مارچ از رئیس مجموعه عمومی سازمان ملل متحد، رئیس سازمان ملل متحد تقاضا شد که باید منشی یک نماینده خاص برای بررسی اوضاع افغانستان تعیین کنه. در ماه اپریل آقای سنیرلی اوغلو مقرر شد و سفر خود را به افغانستان و ما حول افغانستان و با تمام جناح ها و جریان ها و کشورهای مختلف در تماس شد در ارتباط مسئله افغانستان و سفرش به کابل و قندهار فکر نمی کنم رفته باشه، به کابل و جاهای دیگی در افغانستان بود. به هر صورت گزارش از این گزارش بسیار یعنی جهت های مختلف داشت، از امنیت و از تامین امنیت و ای که طالب ها تانستند در این مدت به حساب امو حکومت تک حزبی خود را تحکیم ببخشند گفته شده بود، ولی از نقص گسترده حقوق بشر و از اتلاف حقوق زنان و مردان و مخصوصا دخترها و بسته شدن مکاتب و شرایط ناگوار و حاکمیت و حکومت یک قوم و یک گروه در افغانستان گفته شده بود و برای رای حل از او آقای سنیلی اوغلو تشکیل یک حکومت در اونجا پیشنهاد شده بود که برای پیوستن و برای برگشت افغانستان به خانواده جهانی و پذیرفتن افغانستان یعنی دولت افغانستان، یک دولتی که در افغانستان تشکیل میشه که دوباره اون مسئولیت جهانی را قبول کنه، باید شرایط را دولت افغانستان یا حاکمان فعلی عملی بسازن که عبارت از گفتمان بین الافغانی، تشکیل یک حکومت ملی، مشروعیت کسب مشروعیت ملی، رضایت ملی بود و بعد از او مسئله رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، باز شدن مکاتب و پنتون ها، شرایط کار و زندگی برای مردم، اشتراک مردم افغانستان در قدرت و وقتی این کارخانگی ها صورت می گرفت باز مسئولیت برمیگشت به جامعه جهانی که همکاری شد و با افغانستان کمک های بیشتر شد، مشکلات اقتصادی مردم افغانستان، مهاجرت و مسئله بیجا شدگان و بدبختی هایی که در افغانستان هستی هم اشاره شده بود که باید افغانستان دوباره یعنی در امو خانواده جهانی جذب شد و جهان حمایت کنه مردم افغانستان و دولت افغانستان و دولتی را که مرجع مشروعیت و منبع مشروعیتش رضایت مردم باشه، حضور مردم باشه و رعایت حقوق بشر باشه، پابندی به کنوانسیون های بین المللی، میثاق های بین المللی و منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه. همه خواسته های آقای سنیرلی اوغلو در همه قطعنامه جدیدی که هفته گذشته به تصویب رسید، 13 رای مثبت و 2 رای ممتنع بود. در ارتباط به این 2 رای ممتنع باید گفته شود که رای مخالف نبود. روسا و چینایی ها میتونستن ویتو کنن، مخالفت کنن، ولی اینا فقط به خاطر دلایل سیاسی خود فقط اینا ویتو چی کردن، این را به شکل گذاشتن که یعنی ما مخالفت نکردن، رای ممتنع بود. بنابراین این به اکثریت آرا پذیرفته شد و تعیین یک نماینده خاص برای انداختن گفتمان بین الافغانی و شکل دهی مذاکرات بین الافغانی و به حساب بر روی توافق روی تشکیل یک حکومت و رژیم و نظامی که مردم افغانستان در او اشتراک داشته باشند، یعنی بر اساس شکل دهی یک پلورالیسم سیاسی با همکاری سازمان ملل متحد حکومتی تشکیل شود که اقشار و چهره‌های مختلف سیاسی و ملی و قومی در حضور داشته باشد، یعنی تقسیم قدرت شود، یعنی امی انحصار قدرت طالب بشکنم. اگر به خاطر داشته باشم متنان گرامی و همچنان شما خالص هست که در نوامبر 2020 پیش از اینکه کابل سقوط کنه تقریبا 6 ماه 7 ماه پیشتر از او در شورای امنیت یک قطعنامه بسیار جدی تصویب شد و همکاری روس ها، چینایی ها و 5 عضو دائمی و 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت و در او قطعنامه نوامبر 2020 گفته شده بود که از برگشت امارت اسلامی حمایت نمیشه و هرگز جهان دولت و حکومتی را که نامش امارت اسلامی باشه و به حساب تنها حاکمانش
طالب ها باشند، هرگز جهان او را نمیپذیره. این قطعنامه بسیار جدی بود. این قطعنامه در فرمات مسکو هم در سال بعد به حساب در اوایل 2021 تکرار شد در حضور رهبران طالبان و نماینده هایشان، که جهان حمایت میکنه از گفتمان بین الافغانی و در نتیجه یک مذاکرات بین الافغانی حکومتی که تشکیل میشه او را شاید به رسمیت بشناسه، ولی نه حکومت امارت اسلامی را که رهبرهای طالبان و نماینده هایشان در مسکو حاضر شدن که چرا روسا این موقف تکرار میکنه و گفته میره. به هر صورت جهان در یک چیزی که نماینده ژاپن، دو کشوری که در شورای امنیت همی طرح نشست شورای امنیت و تصویب یعنی قطعنامه را تصویب کرد و به حساب تقاضای زنا صورت گرفت، امارات متحده عربی و ژاپن بود و نماینده دائمی ژاپن در سازمان ملل متحد حرف بسیار جالب گفت و گفت جهان تا به امروز تا آخر سال 2023 در یک چیز متحد ماند با وجود مشکلاتی که در سطح جهان و جنگ ها کشمکش ها هست، در یک نقطه ما همه جهان یک اجماع اعلان نشده جهانی را به حساب دانستیم که ادامه بدیم و او موقف در مقابل طالب ها بود، موقف در ارتباط به افغانستان بود و موقف همی بود که کسی هیچ دولتی در سطح جهان حاضر نشد که امارت اسلامی طالب ها را به رسمیت بشناسه و یک پیام روشن است. ما امیدوار هستم که نماینده ژاپن گفت که در 2024 هم این اجماع بین المللی ادامه داشته باشه تا ما به نتیجه برسیم. اینان پیام بسیار بسیار روشن با حرف حرف کلمه کلمه و سطر سطر ای اعلامیه و ای قطعنامه جدید شورای امنیت همی است که طالب ها باید از انحصار قدرت بگذرند. طالب ها باید تمکین کنند به خواست ملت افغانستان و خواست جهان. تشکیل یک دولت ملی مشروع با رضایت ملی که منبعث از اراده مردم باشد و در نتیجه گفتمان بین الافغانی و سرپرستی و تحت نظارت سازمان ملل متحد و نماینده خاصش به او به حساب تشدید میکنه و کمک میکنه بر افغان ها که در بیرون از کشور و در داخل کشور مذاکرات صورت بگیره، نشست های صورت بگیره، جناهای مختلف و جریان های مختلف سیاسی، شخصیت های ملی و علمی و اکادمیک، زنان و مردان افغانستان اشتراک داشته باشند و بالاخره در نتیجه یک گفتمان بین الافغانی حکومت شکل بگیره که حداقل رضایت ملی داشته باشد و مسئولیت ملی داشته باشد. پابند دولت، پابند با همسیر سازمان ملل متحد حقوق بشر باشه، رعایت حقوق بشر کنه. وقتی که طالب ها امو به حساب لب و لباب و هسته امی اعلامیه که عبارت از گفتمان بین الافغانی و در نتیجه از تشکیل حکومت ملی است اگنمی را رد میکنن، معنایش هیست که طالب اصرار داره به انحصار قدرت، اصرار داره به حاکمیت و حکومت یک گروه و یک قوم در افغانستان و هرگز و هرگز حاضر نیست که به حساب تمکین کنه به خواست جهان و ملت افغانستان. و دلگرمیش هم هست از موقف روزها و چینایی ها که در کشورهای همسایه افغانستان دو قدرت بزرگ، قدرت های اتمی، اینا حداقل مخالفت نکردن ولی برای ممتنی بود و رای مثبت نبود و شاید اینا به حساب در آینده از حق ویتوی خود استفاده کنن اگر به حساب یعنی قطعنامه های جدیتر بر علیه طالب ها میاد. بنان طالب بازی میکنه با جهان و مردم افغانستان ولی جهان اجازه نمیده که طالب ها دیگه ادامه بتن به می انحصار قدرتشان و فیصله های جهان شاید داره آهسته آهسته عملی میشه. خب تشکر، زنده باشین. دی قطعنامه شان خو یک تعداد هموطنان ما حمایت کرد ولی با تپروی از صحبت های اوتن بایور امروز هم رد کردن در رابطه به اینکه چی فرق میکنن زنا برن در مدرسه درس بخوانن، که امیدوار هستم که تجدید نظر کنه در این رابطه. بین که از گلبودین بشنویم که چی حلاقمندی پیدا کرده که فعلا پس دوباره در یک حکومت سهم بگیره و دو پست اساس هم با او سپرده شوه، در این رابطه صحبت داشته باشیم. خوست خب پیشنهاد آقای حکمتیار ظاهرا برخلاف تمام مواقف سیاسی دیروزش است. اگر هموطنان ما که با جریانات
بیشتر از 45 سال دوران جهاد و مقاومت آشنایی داشته باشند با مواقف و شعارها و بیانیه های جناب آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که جنایه بسیار عمده جهاد افغانستان بود. در تمام نشست ها و برخورد ها و در تمام اعلامیه ها و بیانیه های آقای حکمتیار از زمان جهاد تا زمان سقوط حکومت چپی دکتر نجیب همیشه آقای حکمتیار شعار میداد که هرگز حزب و خودش در هیچ دولت ائتلافی، دولت خاندانی، در هیچ دولت که بر اساس به حساب کودتا صورت گرفته باشد ما اشتراک نمیکنیم. ولی در سه اصل اساسی خط قرمز آقای حکمتیار عدم اشتراک حزب اسلامی در حکومت های کودتایی، حکومت های خاندانی و حکومت هایی بود که بر اساس غلبه نظامی و جنگ قدرت بگیره و حکومت های به حساب غیر ملی باشد، غیر دموکراتیک باشد. یعنی منبع مشروعیت به حزب اسلامی صندوق رای و همیشه آقای حکمتیار تاکید بر انتخابات داشته و بایی داشته که باید مردم رای بدن و حزب حاضر است که در هر جای در انتخابات اشتراک کنه. و این کار آقای حکمتیار در وقتی که با دولت مجاهدین پیوست به عنوان صدر اعظم، گرچه که ظاهرا صدر اعظم بود و در خارج از کابل و در جنگ ها اشتراک کرد و بالاخره به کابل رفت، چند ماهی در کابل تشریف داشت به عنوان صدر اعظم دولت اسلامی مجاهدین، ولی بعد از شکست و به حساب و سقوط کابل با دیگر رهبران مجاهدین یک جا از کابل خارج شد و از افغانستان خارج شد. برگشت آقای حکمتیار دوباره به افغانستان و اشتراک آقای حکمتیار در انتخابات که در تحت به حساب حکومت های و دولت آقای اشرف غنی بود و همچنان پیش از وقت در زمان حکومت آقای کرزی هم نماینده خاص آقای حکمتیار به گفته و به حساب و اطراف طرفداران انجینیر سپه حکمتیار که آقای قطب‌الدین هلال وقتی که انجینیر قطب‌الدین هلال به عنوان یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری خود کاندید کرد در 2004 و همچنان فکر میکنم در 2009 حزب اسلامی یعنی بسیار طرفدارانشان کسانی که در کابل بودن و در افغانستان حضور داشتن و امر آقای حکمتیار در انتخابات اشتراک کردن و گفتند که نماینده حزب یعنی در انتخابات آقای قطب‌الدین هلال است. و آقای حکمتیار گرچه خودش در افغانستان نبود، در خارج افغانستان بود، هر جایی که بود، ولی از روند سیاسی که در افغانستان بود حمایت میکرد انتخابات و حضور در انتخابات. ولی امروز که تمام قدرت سیاسی و نظامی افغانستان به دست طالبان هست و آقای حکمتیار هیچ نقشی در قضایای افغانستان دیگه نداره، ولی از نیروی به حساب توانمند و با تجربه و بعضی قدرهای علمی و اکادمیک هم برخوردار است، تجربه 40 ساله مقاومت و مبارزه را هم داره. امروز برای پیشنهادی که برای طالب ها میکنه، یعنی از نظر توانایی و ظرفیت حزب اسلامی و آقای حکمتیار این ظرفیت و توانایی را دارن که در هر دولتی که شامل شون یعنی واقعا یک تحول ایجاد کنند، به خاطر که نیروهای حزب اسلامی و افرادی که در محور آقای حکمتیار در گذشته بود اگر با او همکاری کنند که من فکر میکنم قسمت زیاد از او دیگه با آقای حکمتیار و روش سیاسیش و امو تحولاتی که در زندگی سیاسی آقای حکمتیار آمد و حرفهایی را که گفت و برخلاف از او عمل کرد، از انجینیر حکمتیار فاصله گرفته از شورای رهبری حزب اسلامی تا کلانهای حزب. ولی اگر واقعا امو یک مقدار از اون کادرهای علمی و اکادمیک حزب اسلامی شامل پروسه یعنی نظام و دولت به نام به عنوان امارت اسلامی طالب باشند میتونن کار کنند، به دلیل از اینکه یک تعداد زیادی از انجینیرها و دکترها و استادها و شخصیت های قلم بدست در کنار آقای حکمتیار بود. ولی آیا علمی خوشبینی آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و تقاضایش از طالب ها با او شعارهایی که میداد که در حکومت های خاندانی و کودتایی و حکومت های شاهی و حکومت های به حساب تنظیمی و اینا اشتراک نمی کنم و منبع مشروعیت مردم است و انتخابات، آیا طالب اعتقاد بر صندوق رای داره؟ برداشت آقای حکمتیار از
تعلیل طالب ها که امارت اسلامی و یا امیر المومنین و بیعت و شریعت و اطاعت است چی هست؟ آیا آقای حکمتیار واقعا فکر میکنه که طالب ها برای تقسیم قدرت حاضر هستند؟ آیا طالب ها در کنار امیر المومنین خود تعمل خواهند کرد که یک رهبر دیگه در افغانستان سر بلند کنه و چلنج به طور و در انتخابات اشتراک کنه و صندوق رای باشه و مردم رای بتن که کی امیرشان است و کی به حساب امامو خلیفهشان است یا رهبرشان است؟ پیش طالب اصلا مردم، رضایت مردم، حضور مردم، رای مردم هیچ ارزش نداره. اطاعت مطلق از نظر قرائت مذهبی و موفق سیاسی طالب ها همی است که وقتی یک امیر المومنین که جانشین پیامبر خداست و او به حساب در یک کشور به حساب یا در یک نقطه یک گوشه از جهان اعلان امارت میکنه، بیعت و اطاعت از امیر امر شرعی است بر تمام مسلمانان جهان. اینجا سرحدات سیاسی خالص شکستانده میشه. پیش قرائت طالب ها مرزهای سیاسی وجود نداره. بیعت و اطاعت و به حساب و بشریت طالب یعنی امیر المومنین که تعیین شده، او خلیفه تمام مسلمان های جهان است. باید تمام مسلمان ها چه پاکستانی، ایرانی، ازبک ها، تاجک ها، تمام کشورهای همسایه و تمام جهان باید اطاعت کنن. از کی؟ از امیر المومنین. از این خاطر هم است که شما شاهد هستین که در بسیاری اعلامی ها گفته میشه که القاعده یک بار دیگه به حساب بیعت خود را امو تجدید کرد با امارت اسلامی یا با امیر المومنین طالب ها، یا رهبران تی تی پی تحریک اسلامی طالب های پاکستان و یا دیگر ها اعلان میکنن که ما بیعت خود را تجدید کردیم. این به معنای عزیز که رهبر طالب های افغانستان امیر المومنین از اینا ادعای امیر المومنین بودن همه جهان اسلام داره و او انتخاب نمیشه. او رو نه کسی برکنار کده میتونه و نه او در صندوق رای و رای مردم انتخاب میشه. بناهن آقای حکمتیار از یک گروهی که میخواه که تعمیل ایدولوژی خود کنه، قرائت مذهبی و سیاسی خود کنه و او برای قل و قمع و برداشتن همه نیروها و مخالفین خود و همه جریانهای رقیب میخواد که به حساب از صحنه فعالیت کنه، تقاضای زیر داره که ما در هیچ حکومت ائتلافی اشتراک نکردم ولی به خاطر مسائل ملی و منافع مردم افغانستان حاضر هستم که حکومت شما رو بپذیرم، کل قدرت از شما دو وزارت تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه رو به ما بدین که ما در این بخش نیرو داریم و توانمندی داریم. ولو کمی آقای حکمتیار همی وظیفه رو هم بتن و بگن درست است همی دو وظیفه قدرت ما به تو بدیم، آیا آقای حکمتیار صلاحیت خودم تصمیم گیری مستقل بدون شورای رهبری قندهار خواهد داشت؟ آیا بدون امر و نهی رهبریت طالب ها در تغییر و حساب ساختار تعلیمی و تحصیلی و یا مؤثر بودن یا باز شدن دروازه های مکاتب بروی دخترها و او قرائت مذهبی را که آقای حکمتیار و یا قرائت سیاسی را که در فقه سیاسی آقای حکمتیار است با رهبریت طالب ها از زمین تا زمان تفاوت داره. خالصه آقای حکمتیار یک مسلمان مکتبی هست، تحصیلات اکادمیک داره، اسلام از به حساب سنتی قبول نکده، یعنی واقعا از جمله رهبران اخوان المسلمین است که به اساس فکر و دانش و تعلیم خود و زحمت و کوشش خود اسلام آموخته. رهبران جنبش اخوان المسلمین در سراسر جهان حرکت های انقلابی هستند، حرکت های فکری هستند، حرکت های به حساب امو سنتی نیستند، ملا شایوی نیستند که تنها به حساب بر اساس امو تفکر سنتی مذهبی و یک مسائل اینا ایدئولوژیک اسلام را آموختند و میخواین عملی کنند. بهش آقای حکمتیار تعصب زن و مرد وجود نداره. حزب اسلامی کلانترین بخشش امو حرکت زنان حزب اسلامی بود و آقای حکمتیار با فامیل خود وقتی که به افغانستان آمد در هر حضور داشت و از حضور خانم خود و اولادا و دخترای خود هرگز شرم نمی کنم و به حساب مثل طالب تفکر طالبانی ندارد. و
تفکر آقای حکمتیار، تفکر شهید استاد ربانی، تفکر استاد سیاف، تفکر رهبران نهضت اسلامی افغانستان، با تفکر سنتی که طالب ها و طالبانی دارند، جهان یک دنیا تفاوت دارد. بنابراین تو اگر حکمتیار در قدرت سیاسی افغانستان هم شامل شود، آیا صلاحیت تصمیم گیری پیش حکمتیار، آقای حکمتیار و حزب اسلامی خواهد بود؟ آیا این دو وزارتخانه واقعا تمام صلاحیتش برای آقای حکمتیار خواهند داد که میگه تنام دو وزارت ما را بتین و ما ایر افغانستان گل گلزار میسازیم؟ اصلا تقاضای آقای حکمتیار خالص حرف آخر من است که از نظر ساختار فکری طالب ها، قرائت مذهبی طالب ها، گذشته سیاسی طالب ها، یعنی تحلیل هایی که آقای حکمتیار در ارتباط با طالب داشت و ویدیوهایش به پیش همگی است و ما میدانیم که آقای حکمتیار میدانه که طالب انحصارترین مستبدترین گروهی است که از نظر بیسا و مذهبی هم بزرگترین دشمنی را با اسلام و تعالیم اسلامی میکنه. آقای حکمتیار فقط اسیر سیاسی و نظامی طالب ها است. آقای حکمتیار نمیتونه که از افغانستان خارج شود. همین طالب میراب و منبر آقای حکمتیار را بروش بست. آقای حکمتیار اجازه نمیده که روزای جمعه اقامه نماز جمعه کنه. شاید هم دیگه اجازه نده که در تلویزیون ها و در تلویزیون بریار پیش ببره. تا در دو نیم سال گذشته حزب اسلامی و آقای حکمتیار اجازه برای انداختن یک به حساب نشست حزبی را و یا امو یک کنگره حزب خود نتونستن دایر کنند. هیچ اجازه فعالیت سیاسی حکمتیار نداره، حزب اسلامی نداره، هیچ حزب سیاسی در افغانستان اجازه نداره که کدام حرکت سیاسی کنه. پس چطور آقای حکمتیار تقاضا و توقع داره که در حکومت تک حزبی و به حساب انحصار طلب طالب آقای حکمتیار و حزب اسلامی جا بگیره؟ این برای اعضای حزب اسلامی هم بسیار سوال برانگیز است و برای ملت افغانستان هم، و این هم نهایت عجز و ناتوانی و آخرین تلاش های آقای حکمتیار نشان میده که واقعا مایوسانه و جای از اینکه یک رای حل ملی را ایجاد کنه به خاطر یک پیشنهاد قوی کنه و بگویه که حکومت ملی باید تشکیل شود و گفتمان بین الافغانی شکل بگیره، آقای حکمتیار تقاضای به حساب تسلیمی میکنه و چنان تسلیمی میکنه که جهان هم میفهمه و ملت افغانستان هم میفهمه که طالب این تقاضای حکمتیار را نمیپذیره و هرگز حکمتیار را در دولت خود سهم نمیده. طالب ها هر کس خالص سهم بده در قدرت، بله. یک حزب اسلامی و حکمتیار را سهم نمیده. یک زمان یار فاخر یک زمان یک قماندان برجسته حزب اسلامی بود، از طالب ها بود، به نام ملا بورجان کس دیگه بود، در نزدیکای کابل کشته شد. این قماندان ملا دادلا در قندهار بود، بسیار قماندان شجاع بود و او وقتی از پاکستان به طرف هلمند می آمد او را به شهادت رساندن و گفته شد که گفته بود که من دیگه هرگز پاکستان نمیام، تمام قمانده و ارادی شما پیش طالب پاکستان است و من قبول ندارم اطاعت از پاکستان. و ضد آیس های پاکستان شعار داده بود وقتی که به طرف افغانستان سنگر خود میرفت در راه به شهادت رساندنش. یک وقت ملا دادلا گفته بود که آقای حکمتیار شوم است و در هر حکومت و دولتی که انجینیر گلبدین حکمتیار شامل میشه او دولت سقوط میکنه و ما هرگز حاضر نیستیم که با حزب اسلامی ائتلاف کنیم. یعنی یکی از حرفایی بود که در او وقت گفته شده بود. طالب ها هر کس بپذیرن آقای حکمتیار را نمیپذیرن به دلایل سیاسی و اختلافات و رقابت های سیاسی شد. تشکر. گپ شما نام نمیگیرم، گپ تقریبا سال فکر میکنم 1985 بود یا 84 که در هرات بودیم، در میبخشیم در حوزه جنوب غرب بودیم که نماینده های گلبدین آمده بود پیش مسئولین حوزه جنوب غرب که حزب اسلامی میخواد که یک پایگاه داشته باشد در حوزه جنوب غرب، مثلا در هرات. از اونجا یکی از بزرگا که فعلا شهید شده روحی شاد باشه این مسئله را دیگه خصم بیان کرد، گفت که اگر پای گلبدین در هرات رسید بفهم که هرات تا حوزه جنوب غرب
در یک روز سقوط میکنه، این آدم منحوس است که نباید در یه جا داشته باشه. و تا آخرین لحظه هم اگه شما یادتا باشه در هرات اینا نتانستن که اوزی داشته باشه پایگاه. برحال ما تقریبا 3 دقیقه دیگه فرصت داریم و کپای ما زیاد ماست. در 3 دقیقه آقای ناصری، این مسئله کرمان و این انفجار که صورت گرفت و این واکنش های که صورت گرفت، از دید شما پیامده های شاید چی خواهد بشه؟ آیا یک سرآغاز است برای ادامه چونین حملات در منطقه و در ایران، و یا ای که یک حرکت نمایشی بود به خاطر قاسم سلیمانی؟ عملات تروریستی که در کرمان صورت گرفت و ترور یکی از فرمانده های ارشد سپاه پاسداران ایران در سوریه و همچنان ترور یکی از رهبران کلان حماس در لبنان، این جنگ جنگ مسئله خاورمیانه هست. حضور پرقدرت و نفوذ و به حساب حضور گسترده ایران در سوریه، لبنان با روابط بسیار تنگاتنگ با حزب الله و حماس و حمایت ایران در یمن و غیره چیزاست که این جنگ به حساب پایش با ایران کشانیده شده. وی عملات تروریستی ارتباط مستقیم با طالب های افغانستان نداره، ولی این عکس العمل سرد و گنگ و عکس العمل به حساب آماتور به تفاوت گونه طالب ها در ارتباط به این مسئله کور عملات تروریستی نخوان محکوم نکردن، سوال هایی را برمی انگیزه خالصه که آیا رابطه به حساب میان تحولات خاورمیانه و این تلاش های برای نزدیکی با طالب ها، آیا این چیز جدیدی است؟ آیا یک جبهه جدیدی را بر ضد ایران باز میشه که طالب هم با اونا همکاری خواهند کرد؟ متاسفانه با وجود که رابطه ایران و ریاض بیبود حاصل کرده، ولی اگر عربستان سعودی بخواهد میان ایران و اسرائیل انتخاب کنه رابطه، انتخاب رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی و اینا متاسفانه اسرائیل است، همکاری با امریکا هست، رضایت از او هست تا تهران. و ایران خوب میدانه و تمام رهبران، و هفته گذشته ما شما هم همون روزنامه جمهوری اسلامی را نقد کردیم که حرفای از اونا گفته بود که چطور ما اعتماد کنیم بر طالب ها. طالب اصلا امو انگیزی و امو به حساب جوهر وجودی طالب مخالفت با مذهب اهل تشیع و رقابت با ایران و دشمنی با ایران است. اگه یادتان باشه در ابتدایی که طالب قدرت در 1996 گرفت، یک رویارویی با ایران بود، کشته شدن 8 دیپلمات ایرانی بود، یک پیام بود. و همچنان ایرانی ها به طرف افغانستان لشکرکشی کردن و به حساب آماده باش شدن. اونمو زمان تا به امروز سیاست ایران سیاست به حساب یعنی تشویش و ترس و واهمه از طرف حرکت های طالب است. در تفکر طالب، در اندیشه طالب، در قرائت مذهبی طالب اهل تشیع مسلمان نیست و مینا میتونن با ایران و جمهوری اسلامی ایران که یک دولت رقیب خلافت اسلامی و امارت اسلامی و میگونه مذهبی است، یک سلطه مذهبی اون است، با این شکل شاید با همکاری کشورهای خلیج و اسرائیل و امریکا یک جبهه جدید از افغانستان بخواین باز کنن. و می خاطرم است که ایران هرگز بر طالب های اعتماد نمی کنه و طالب می تانه که در یک اقدام به حساب غیر منتظره از عقب بر ایران حمله کنه و حداقل رابطه بر دیگه کشورهایی که داخل جنگ با ایران شود. تشکر، جهان سپاس ناصر صاحب. ممنون از اینکه ما بودیم. انشالله که بازم هفته آینده با هم یک جای باشیم. سپاس، زنده باشیم. سلامت باشیم.